از قید رباینده خلاص شد مشخص شد که کی بود و چی گوری ولی دستگیری صورت نگرفت اختطاف حسین جان که شد پول اختطاف کرد به اینه که میگرفت و توسط نیروهای امنیتی شناسایی شد ولی تصمیم برش گرفته نشد و همچنان امی فیلان هم این امی واقعات اختطاف ترور بیداد میکنه که امی لحظه ما زنگ زدن که دو واقع ترور امی لحظه شما در ایراد داشتین یکی به دروازی ملک و یکی هم فکر میکنم به ایسه پایمنارا یا گلدرواز بوده که امی دقیقه اتفاق افتاده تشکر وقت شما تمام آقای مصدق من یک کم یک گپ دارم اگه اجازه نمیدین خاموش میکنم مایکو خب من مایک هم باز در خدمت شما گذاشتم گفتم چون اضافه صحبت میکنم برسر مسئله انعرافات اخلاقی صادر شده از سایر ولایات که کلتور و فرهنگ و تمام داشته های تاریخی و گذشته هرات زیر سوال میبره ما به صورت شفری رست کدم امیدوارم که مسئولین ما در این بخش بسیار فعال باشن بسیار زیر نظر بگیرن و در آینده ای برای هرات از نظر فرهنگی و نظر کلتوری بسیار برانزا خواهد بود که هیچ کس قادر به جلوگیری از این نخواهد بود و مشکل راه که ما چیگونه میتونیم از این بیرون شیم و چیگونه میتونیم در سطح افغانستان به صورت عمومی نجات بخش باشه یکی ای که ما کوشش بکنیم که بسترهای مناسب و بحث و گفتمان در بین جامعه ایجاد کنیم جامعه را باید به خودآگاهی برسانیم و دیگه فرهنگ تعامل و پذیریش در بین خود رواج بدین هم دیگر پذیرشین تا که مسائل قومیت و نژاد و مذهب و سمت و لسان مطرح میکنین و در ظاهر در بسیاری از جلسات میانید مکتوب میکنین در پشت قضایا خود شما پشت سر از قضایا صد میشین من خواهش ما اینه که به دلالای قومی، نژادی، مذهبی، لسانی، سمتی اجازه مداخله به تعیین سرنوشت خود ندین و اونا رو کنار بزنین تا وقتی که به این پدیده منفی پاسخ بسیار دندان شکن و منفی نند و خود شما واقعا و پای از ایستاد نشین هرگز به موفقیت شما نمیرسین مسئله دیگه یه که در افغانستان باید یه تاکید بکنن کسایی که مسئولین هستن اینجا که ما باید از توان فیزیکی و اندوختهای علمی افراد بدون در نظر داشت مناسبات قومی و نژادی و مذهبی برای نجات کشور رو استفاده بکنیم نه که ببینیم حتما معاون یکی از رئیس جمهور باید عزیز به وعدت باشه یکی دیگه باید حتما عزیز به اسلامی باشه یکی باید حتما از جمعیت اسلامی باشه یکی باید مثلا از فلان قوم قبیله باشه از مزار یا از پکتیا یا از خوست یا از هرات از هر جا که باشه اگر ساختارهای ریاست جمهوری و کاندیدای ریاست جمهوری به اثر این پدیده مرده و فسخ شده گذشته می باشه که به اساس او کمیت هایی که اونا از نظر قومیت در نظر می گیرن به خود افراد و اشخاص تعیین می کنن و باز فردا اینا رو سرنوشت محاکم می سازن خب ما هرگز نجات پیدا نخواهد کردیم بهتر از این است که من بازم تاکید می کنم که از توان فیزیکی و اندوختهای علمی افراد از هر کجایی که می خواهی باشه از هر قوم و نژادی که می خواهی باشه و فقط برای نجات کشور خواهد اینا استفاده کنیم تشکر تشکر حضور همه بزرگوارا شما تشکر و سپاس از جناب آقای مرادیان از اندازی برنامه خیلی مفید من اول تاکید میکنم بر ظرفیت های مادی و معنوی هرات و انتظار که جایگاه هرات در عرصه‌های سیاسی اجتماعی و فرهنگی توسط رئیس جمهور آینده در نظر گرفته میشه دومی که مشکل ما ایراتی ها اینه که همونطور که دوستان هم اشاره کردن که یا به دلیل دوربودن از مرکز و یا بیتوجهی دولت مرکزی ما تجربه کار سیاسی نداریم و همیشه در رابطه با سیاست هایی که در مرکز اعمال شده در برابر ما بیتفاوت بودیم و گاهی هم که خواستیم سیاست کنیم از دید از عینک اقتصاد دیدیم از خیلی وقته که من توجه کردم این مسئله که وقتی ما مایم کار سیاسی بکنیم اول منافع اقتصادی خود در نظر میگیریم این یک چیزیه که عمومیت داره در مردم هرات با عرض معذرت من به عنوان یک زن دغدغه‌م اینه که رئیس جمهور آینده برای جلوگیری از رشد بنیادگرایی که به شکل سیستماتیک آزادی‌های اجتماعی شهروندان زیر سوال می‌بره و مانع او آزادی‌ها میشه و به خصوص یک مشکل چالش بزرگ میتونه پیش روی فعالیت‌های زنان باشه چی طرحی برای جلوگیری از این میتونه داشته باشه حکومت آینده با احترام به همه نظراتی که ما داریم ما به عنوان انسان‌های مدنی تمام اندیشه ها را احترام می‌گذاریم ولی اجازه نمی‌دهیم که یک کسی به نام دین به او هم از دیدگاه خود تعبیر و تفسیرهای داشته باشه و جلو ماشین حرکت ماشین تمدن و پیشرفت را کند بسازه
دیگه مشکل دیگه مشکل زنان در هرات که متاسفانه هر روز یک زن یا دو زن خودکشی میکنه در همین شفاخانه اوزوی اینا اکثرا 90 درصد نافوت میشن و این آمار مخفی نگاه داشته میشه از طرف ریاست صحت عامه به این بهانه که این بدآموزی داره نباید رسانه ایشه یعنی اینا یک مشکل اجتماعی به همین بزرگی میخوان با پنهان کردن حل بسازن این به معنای اینه که زن هرات به یک آگاهی رسیده و یک اعتراض بر علیه ساختارهای نابرادر و برابر و غیر عادلانه در حقیقت با خودکشی میخواه نشان بده من توقع دارم که حکومت آینده این موزل اجتماعی جدی در نظر بگیره و برای از این راه حل داشته باشه تشکر از شما سپاس آقای فیاض گویا هستند با نام یاد خدا و عرض سلام و خسته نباشید خدمتی نخبگان و فرهیختگان و سروران عزیزی که واقعا خسته شدن خسته نباشید هم میگیم و آرزوی موفقیت داریم برای دستاندرکاران مؤسسه مطالعات استراتژیک دوستان مستحضرن چنان که از اسم این مؤسسه پیداست محافل نشست‌ها و گفتمان‌هایی که از همچون مراجع دایره میشه طبعا مطالعات مربوط به یک آینده و مطالعات مربوط به یک ترسیم چشمان باشد اون چی ما هنوز گفتیم در بخش اول بود در بخش دوم خیلی کاری به اون صورت ترتیب ندادیم ما در آخر یک پیشنهادی که خدمت مسئولین زیراب داشتیم این بود که به هر حال قراری برآوردی که ما کردیم شما صد خرده ای دعوتچی دارین و برای هر نفرم اگر بخواین 3 دقیقه اختصاص بدین این 4 ساعت وقت شما کفایت همین جلسه آزاد شما را هم نمیکند تا چی رسد به این صحبت هایی که از بخش برنامه ویژه شما داشتین و سخنانان در اینجا بودن پیشنهاد من این هست که در همچون مجالسی که به هر حال دورنمای همین مجالس یک استراتژی هست برای کارهای آینده کشور چی در سطح ملی و در چی در سطح محلی مثل هرات یک جنبندی ارائه اوراق های شما در اختیار همه دوستان قرار بدین در دو محور مشخص حالا متناسب با همون جلسه ای که دارین مثلا در جلسه امروز شما بحث تعیین انتظارات یا عرضم به حضور شما تعیین مطالبات بود شما حداقل در دو کاتگوری مشخص تعیین میکردین که جناب عالی باید نظرشان را درباره مصداق شناسی مطالبات هم بیان کنه و ضمناً راهکارهایی که برای عملیات ساختن این مطالبات در نظرش هست هم اینا رو بیان کنه تا از دل همین پیشنهادات خودم میگم حداقل دست پا شکسته این جانی و پیشنهادات خوبی که بقیه بزرگان دارن ما به یک دستبندی و به یک جنبندی کلانی برسیم که در قالب او هم میتونیم انتظارات سطح هرات رو برآورده کنیم و هم انتظارات کل کشور رو با آرزوی موفقیت برای کسی که در عرکه قدرت قرار میگیره و با آرزوی موفقیت برای مرکز مطالعات استراتژیک که واقعا زحمت کشیدن تشکر از وقتی که در اختیارم بودید تشکر نوبت آقای تاریخ نبی هست مایی که پرسانیم اونجا هستم ما 10-15 دقیقه بگم بیشتر وقت نداریم احتمال داره که دو تا از دوستایی که میخوان صحبت کنن نتانن به خاطر از اینکه وقت خیلی کم است لیست امروز طویل است بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین من کوشش میکنم کمتر از 3 دقیقه انشاءالله گپ بزنم اولا میخوایم که در ارتباط با عنوان که داده شده انتظارات هرات انتظارات همونطه که من فکر میکنم بار اخلاقی داره و در این مبحثی که بحث سیاست و بحث فراتر از توقع هست کما که مشکل به نظر میرسه که ما خواسته ها خور بیان کنیم بدون پرده فقط همه قدر میخوایم بگم که ما در این بار و این به شکل اخطار برای کابل و کابل نشینان میگیم ما کرسی نشینان در این بار انتظار نداریم بلکه فراتر از تقاضا خواهیم داشت این خوب کرسی نشینان کابل متوجه باشن یک دوم در ارتباط با واژه انتقال قدرت به شکل مسالمت‌آمیز در صحبت بعض از دوستان ما شنیدیم من فکر میکنم با بار معنایی که کلمه مسالم یا مسالمت‌آمیز یا سالم داره
این دفعه چندان مسالمت آمیز هم نخواهد بود. با زدبندهایی که ما میبینیم، با ائتلافاتی که میبینیم، با روح و روان و اراده مردم داره بازی میشه. این سخت ما یعنی به تشویش ساخته. مسئله سوم، در صحبت بعضی از نامزدان ما میبینیم که میگن ما شاخه قوی تر از تنه نمیخواهیم. ما میخواهیم به او دوستا رسانده شوه که ما شاخه نیستیم، بلکه ما ساقه قوی خواهیم بود در پهلوی ساقه دیگر. مطلب سوم که آخرین مطلب است، ما هیراتیان با موقعیت جغرافیایی که داریم، زندگی مسالمت‌آمیز با همسایگان و رابطه حسنه با همسایگان برای ما اهمیت بیشتر از کوهنشینان مرکز افغانستان خواهد داشت. پس از مسئول محترم و رئیس محترمی که در آینده خواهد بود تقاضا مندیم که در تشنج آفرینی در بحث همسایگان کمک تأنی به خرج بدهند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سپاس آقای علی جان فصیحی، نوبت شما است. تشکر میکنم از دوستان و دوستانی که صحبت‌های خود را کردن و نظراتشان را دادن، اما باز محفل را ترک کردن. من به عنوان یک شهروند هراتی افتخار دارم که افغانستان و بخصوص ولایت هرات در یک امتزاج فرهنگی و تعدد فرهنگی و کلتوری مردمشان در کنار هم زندگی میکنند. به عنوان یک شهروند هراتی چهار موضوع خدمت دوستان به عرض میرسانم. تأکید میکنم بالای عدم تمرکزگرایی و انتقال قدرت از مرکز به ولایت. دو، در بخش کنه سهمی نداشته. خواست مجلس جمهور آینده است که در بخش انکشاف اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی در ولسوالی ها و ولایت های دوردست تمرکز جدیتر داشته باشد. تشکر. تشکر از آقای فصیحی. کنار دستان آقای رحیمی، نوبت شما. به نام خداوند بخشاینده و بزرگ، عرض سلام دارم خدمت میمان های گرامی. اسمم سید نعیم رحیمیه. صحبت ها شیرین دوستا بکردم. ما چره میگیم وزیر نداریم؟ یا دست کینه؟ دست خود ما ایراتی هاست. به واسه که ما یک وحدت ملی نداریم. ببخشیم، خیلی معذرت میخوام. ببینیم یک ولسوالی که مثل ولسوالی شندان امانه 4 تا 5 تا وزیر داره. هرات که شهر حولیاء اللهه، شهر فرهنگیه، شهر مردمیه، شهر حلقلمه، شهر همه چیز هرات هست. هرات درخت پرمیویه، اما متاسفانه اتفاق اتحاد ما مردم ایراد بخون نداریم. اگه یک کلمه میگه یک دیگه در مقابل جدی امیدم سنگ دامن و پنمن میشه ور میخواده اقدام میکنه که تو چی گفتی؟ ببینیم شما بزرگا آمدیم تشکر، من به ایسی یک شهروند، اما درد ایراتی ها به دست خود ایراتی حل میشه. معامله امو پدر و بچه ها خو میشونه، میگه چوبار بگیریم بشکلیم، میبینم شکسته میشه. اگه 7 تا چوب با هم کرد گفت بگیریم بشکنیم، نتونستم بشکنم. پس مردم ایراد اقوخ و به زی طریقی که میزگردای ما دولت ریاست جمهوری که اگه بخیر بیایه بشینه به چوکی، ملت چی میخواه؟ آیا عدل از او تفلی که سبج شو بالی سرت آشغالیه چراغ مشتی به دهن یا کسی آگاه داره؟ نه خیر. به چاما ببخشیم 24 ساعت دور چیز میکنه. ما دولت باید به معرف ما کوشش کنه. آینده ساز این وطن ما به چه سر تا اشخالیه؟ به چه که صباح رو میایه به این وطن زندگی میکنه. ما میخواییم مهادن، کوک مهادن ما. ما میخواییم برق، این برق رو بخشیم از ما نیست. این کلیدی و دست دگه کسو پین میکنه.
امی اموال کلید پین کنه میکروفون شما قطعه برقا شما خاموشه ما کارا زیربنایی اساسی باید به ایراد بخواییم این کجا به شهار نمیشه دوستان میگم ما میخواییم به خواسته نمیشه به شهار نمیشه باید به عمل استاد گرامی آمدم خوش آمدم درد مردم ایراده باید به گوش از اینا برسونم که دیگه ملت ایراد به سمت قوم و قومیت و عزب و عزبزیت نمیره فقط درد اینا اینه که ما خود فدا کنیم که اولادا ما زندگی کنه این شهار منه اما این حالتی که نمیبینم سید این بعض بزرگا میگم از کاندیدا چی میخوایم نه او کاندید میای صدامر مظلومر گوش میکنه میام کسی صدامر میشنوه گپ میزنه و میریم اما شهار نمیشه به نظر شخصی من یک وعدت ملی ما از مردم ایراد میخوایم که باید امیت که میزگرد جمع شدیم امیت کمیسیونی باشه که به هر جایی که قانون شکنی میگیره امی کمیسیون جوابگو از اون کسانی که میگه به پا میز محاکمه کشه باید دگر زینه دارم تشکر جناب آقای متین بنام خداوند بزرگ و توانا زار نهایت گرامی عصر همه شما بخیر خسته نباشیم من کوتاه میخوام سر انتخابات و کوتاه دهه که بگذشت و انتظاری که از رئیس جمهور آینده داریم روند انتخابات برای جامعه جهانی یک امر مهم و اساسی هست ولی برای مردم افغانستان پیامد انتخابات میتونه بسیار مهم و اساسی باشه جامعه جهانی یا مشخصتر بگیم که ایالات متحده آمریکا طی سه دهه در ادوار مختلف هم در دوران مجاهدین هم در دوران طالبان و هم در این دهه اخیر هر اون چیزی که به عنوان هدف تعیین کرده بود تا نیست به او دست پیدا بکنه دقیقا اون چیزی که باید مردم افغانستان به دست می آوردن او را بنا به مداخلات گسترده کشورهای همسایه ما نتوانستیم او را به دست بیاریم دقیقا چیزی که مهمه برای مردم افغانستان که ما بعد از انتخابات کجا میریم به طرف مصر میریم به طرف عقب گرایی و تهجر میریم یا به طرف یک جامعه مدرن و گام های بلند رو میتونیم به طرف توسعه و دموکراسی برداریم همه ما به پای صندوق های رای میریم و مردم باید تشویق بکنیم تا مردم به گونه شایسته از رای خود استفاده بکنند تا تجربه های تلخ تاریخی بار دیگر در سرزمین افغانستان به حساب اشک خون مردم افغانستان تجربه نشه آنچه که ما تجربه کردیم هم طی یک ده هم مرکزگریزی بوده و هم مرکزگرایی بوده این هر دو نتیجه مطلوبی را در زندگی مردم افغانستان به وجود نیاورده ما از انتظار آن را داریم تا رئیس بنده این یک توازن منطقی میان صلاحیت ها و مسئولیت های مرکز و واحد های اداری را به وجود بیاره چیزی که ما انتظار او حکومتداری خوب است اگر ما به سوی یک حکومتداری خوب رفتیم که اصلی از او متخصص و تعهد است که تمام مؤلفه های حکومتداری خوب در ای میتونه بیان شوه با این دغدغه های امروز میشه که نقطه پایان گذاشته شد نقش مردم هرات یا سهم هرات در مجموع ما به او پرداختیم که گویا ضعیف بوده نه خیر نقش و سهم هرات هم در کابینه و هم در مقامات کلیدی حکومت مرکزی از هیچ واحد اداری دیگر افغانستان کمتر نبوده ما این بار پیشنهاد میکنیم که از نیروی بالقوه و بالفعل هرات برپای یک معادله که بتانه پیامد از او تغییری در زندگی اکثریت شهروندان افغانستان باشه که بتانه این ثروت باد آورده چپاولگران را مهار بکنه و بالاخره فرصت های کاری را به نعله های اجتماعی و پایین جامعه فراهم بکنه و به چالش فقر و بیکاری پایان بده ما باید به سوی چنین یک کلمه دیگه بنابراین ما به چنین حکومتی باید به چنین رئیس جمهوری باید رای بدیم همه که ما پای صندوق های رای میریم به عدالت و دموکراسی به توسعه دموکراسی و آزادی بیان رای بدیم نه به قوم نه به مذهب و نه به سمت های جغرافی های افغانستان باز ما به عنوان یک سرزمین هرات به عنوان یک منطقه مهم و استراتژی افغانستان در کنار سایر مناطق مهم افغانستان که این سرزمین پایه و قوام و دوام یک افغانستانی است که مردم افغانستان انتظار داره ما به این نتیجه مطلوب
دست خواهیم یافت. انتخابات برای مردم افغانستان هم امید کلان است و هم بیم خطرناک. تشکر. جناب غوث سید وحید قتلی صحبت میکنن، مایک برسانیم برشون. البته آقای قتلی آخرین سخنران این محفل است، متاسفانه دیگه وقت نمونده، یکی دو سه نفر دیگه هم بلیست بود ولی دیگه زمان نیست. باتری هم با ما که رسید تمام شد. بسم الله الرحمن الرحیم. من فقط عنوان عرض میکنم که سه دقیقه زیاد عدول نکنه. اولی که همی که دور همی میز جمع سهم ماست و ظرفیت هرات هم همینه، ایره خیلی ها ندارن. در مقابل ما شیعه ها، سنی ها، هزاره ها، چپی ها، راستی ها، وزبک ها و متعلق به همه گرایش ها دور میز نشستن میگن هرات، ولی در کمتر جای سراغ داریم که بشینن دور هم بگن هرات و این ظرفیت هراته. وزیر داشتن در کابینه اعتبار نیست. خیلی از ولایت ها 5 وزیر هم داشتن، برین اون ولایت سری بزنیم یک دیواری هم بالا نیامده. هرات ظرفیتی رو به این 10 سال پایین نیامده، اعتبار سقوط نکرده و در طول تاریخ ادامه داره. اما پیش از این که ما بیایم دنبال انتظارات بگردیم از نامزد، ما باید یک اعاده حیثیت بکنیم. در این مورد من با شما موافق هستم با خود نفس این کنفرانس که ما انتظارات خود باید مطرح بکنیم. پیش از انتظار باید جایگاه ما مشخص بشه که ما که این انتظارات داریم کی هستیم. ما زمانی که جمعیت ما به عنوان یک ولایت 1,600,000 از سوی احصای مرکزی اعلام شد، بعد اعاده حیثیت میکردیم. زمانی که اوراق کانکور هرات دزدی شد، بعد اعاده حیثیت میکردیم. در همه مقاطعی که سهم ما در کمترین لازم بود، بعد اعاده حیثیت میکردیم. امروز میگفتیم انتظارات آن هرات این هست. بحث بعدی، ما اگر خواسته باشیم با برگزاری همچون کنفرانسی به نتیجه برسیم، مکانیزم انتقال خواسته ها در قالب یک بدوستان چه خواهد بود؟ چگونه می توانیم گفتگوی عملی را با یک طرف مقابل مخاطب انتظارات آغاز بکنیم؟ چه کسی پشت میز گفتگو و بدوستان خواهد نشست و چه کسی مشروعیت نشستن پشت این میز را دارد؟ چگونه آن اجماع مشروع شکل می گیرد؟ آنچه که من احساس میکنم تنها میتونیم به این ببالیم که همچون کنفرانس ایجاد کردیم و این به تنهایی خود میتونه خوب باشه. اما اگر فردا دستاورد این کنفرانس شما عناوین عوام فریبی بعضی از نامزدها شد، خیلی نگران نباشید، چون این کنفرانس در همین جا میمیره. ولی سپاسگزاری میکنیم از کسایی که ایره برگزار کردن. تشکر. با سپاس از جناب آقای قتلی، من معذرت میخوام، پوزش میطلبم از فهیم صبات، آقای بهزاد عکاک و جناب حاجی صاحب عزیز الله فوشنجی که نتونستیم برشون وقت بدیم. دیگه اگر یک دو دقیقه دیگه صبر میکردیم شاید کاملا ایمیز خالی میشد. بازم سپاسگزارم. نتیجه گیری میگذارم به جناب دکتر صاحب مرادیان تا صحبت های آخری رو در این زمینه داشته باشن. تشکر. من نمیفهمم چون بعضی ها من به حیث کابولی اینجور میبینن و در کابل هم کسیم، من به حیث هراتی که معلوم شه که از هراتی میگه از کابل. بر صورت تشکر از همه دوستان. من میفهم به اندازه کافی بعضی از ما شاید مونده شده باشیم، دوست صفی نگاه شیشته باش. ببینید در افغانستان 4 مرکز و محور قدرت وجود دارد. محور اول که محور جدیدتر است، متاسفانه محور مافیای می باشد که امروز مافیا به عنوان یک اژدهای در عرصه های مختلف ریشه دوانیده است. محور دوم محور قوم است در افغانستان، در کابل به خصوص پشتون ها ادعاهایی دارند، نقش برای خود تعریف می کنند، تاجیک ها، هزاره ها، ازبک ها، اسماعیلی ها، نورستانی ها، شمالی ها، اینا برای خود تعریف میکنن، نقش دارن. حوزه سوم احزاب میباشد. احزاب حزب اسلامی هست، حزب جمعیت اسلامی هست، حزب افغان ملت هست،
حزب وحدت است حزبهای دیگه می باشد یک حوزه کوچک دیگه در افغانستان که در حال رشد و نمو است حکومت و قدرت مدنی می باشد قدرت مبتنی بر ارزش‌های شهروندی و ارزش‌های قانونمداری، عدالت، برادری. ما باید ببینیم که از هرات جایگاه ما در مافیا خوشبختانه بسیار کم است. امروز مافیایی که در افغانستان، مافیای مواد مخدر، مافیای قراردادی‌ها، مافیای انواع و اقسام مافیای کس خوشبختانه در هرات و هراتی‌ها در روز زیاد نقش ندارند. در قسمت قومم ما انقدر جذاب و منسجم نیستیم مثل پشتون‌ها، مثل هزاره‌ها، مثل تاجیک‌ها، مثل ازبک‌ها، مثل شمالی‌ها. انسجام قومی هم هراتی‌ها ندارند اینا. احزابم آنقدر در بین هراتی ها یک احزاب منسجم نیستند که بتونند در کابل به نمایندگی از یک کتله داکست مصدق درست میگفتند که هراتی هایی که در کابل بودند نتوانستند یا نتوانستیم منسجم شویم پس نشان میده است که ما انسجام حزبی هم ما نداریم ما هراتی ها اگه این گپی که میخوایم برای شما میگم برای بین شما باشد نقل قول نکنین کمو مشکل هراتی ها نشان میده جناب آقای حمید کرزی وقتی که بابای ملت در همسایگی رئیس جمهور زندگی میکردن یک عادت خوب داشتن که بعضی وقتا میرفتن رئیس جمهور کرزی با بابای ملت صحبت میکردن مشورت میگرفتن که مثلا شما معمول 30 سال 40 سال حکومت میکردن چی کارهایی بود و اینها در یکی از صحبتهایی که بین آقای رئیس جمهور کرزی و الازاد محمد زاهر شاه بود که از یک منبع موثقی صحبت میکنم آقای کرزی از هراتی ها میپرسد که شما 40 سال حکومت کردین در افغانستان نظر و برداشت شما در مورد هراتی ها چی است و بابای ملت به امون سادگی که بر صورت کسایی که پایین به لب گور میرسه صادقانه میگوید که هراتی ها زیاد جدی نگیره هراتی ها گپ زیاد میزنن این توصیه بود که بابای ملت به رئیس جمهور کرزی انجام میداد امیدوار هستم که آقای رئیس جمهور گپ نشنیده بگرفته باشن اینها هفته قبل هم بین کاندیداهایی که شایعات هست که ائتلاف های صورت میگیرد یکی از مواردی که مثل قنایم جنگی بود و هست موضوع هرات است یکی از کاندیداتورها چند وزارتخانه میخواهد وزارت خارجه وزارت مالیه و اینها و ولایت هرات ولایت هرات میخواهد که میگه که ما میخوایم به شما بپیوندون این هست که باید ولایت هرات برای ما داده شود در ازای کنارگیری از رقابت های انتخاباتی پس من نمیخوام احساس قربانی بودن هراتیار تقویت کنم اما حداقل هفته قبل بین دو کاندید مطرح بین امو ولایت ما در نبود هیچ هراتی در معامله صورت گرفت و احتمالاً اگر او دو فرد مطرح کنار هم بیاین یکی از قرائم جنگی یکی از دستاوت هایی هست که هرات به او فرد تعلق میگیرد یا به او تیم پس یک چیز است چیزی که ما میخوایم بگم که قدرت در افغانستان ما نمیتوانیم از طریق مافیا قدرت بگیم چون خوشبختانه او در او عرصه ما قد موفق نیستیم که خوب است که موفق هم نباشیم بله؟ خب نه او مافیا هم که من گفتم که مافیاهایی که اگه باشندن در حاشیه هستن او مافیایی که در کابل هست او که به صاحب هسته اصلی مافیا من هیچ هراتی در او هسته مرکزی مافیا خوشبختانه ندیدم که امیدوارم هیچ وقت نباشم ما به مافیا آدم مولوی صاحب گفتن که آدم از راه روزی حلال به هر جا میرسه و قدرت هم یک چیز حلالی است به راه پاکی و خوبی آدم به قدرت برسه راه دوزی و دوزی چی خود باشه چی کلان از لحاظ قومی هم
هرات نمی شود گفت که ما یقوم هستیم و از لحاظ همبستگی هم حزبی هم ضعیف هستیم. آنچه که کارتی که ما داریم ظرفیت های مدنی ما هست، ظرفیت های مدنی ما هست، قدرت نرم ما هراتی ها هست. شما فراموش نکنید که امروز کشور مثل ژاپن یک قطره نفت ندارد، یک قطره گاز ندارد، تمام منابع اولی خود خور ژاپن وارد میکنند، اما با تلاش، با کوشش، با عدالت، با راستی و صداقت امروز ژاپن یک قدرت اقتصادی است. پس ما هم ظرفیت های مدنی هرات ما نباید نادیده بگیریم. و همونطور که امروز این میزی که جناب آقای قتالی اشاره کردم یک دستاورد است، در هیچ ولایت هرات هم باز بسمو لاف زدن نباشد، در هیچ ولایت هرات هم امکان، افغانستان هم امکان ندارد و میخوام بگم در سطح منطقه هم امکان ندارد. همسایه ما مشهد است، یک شهر بزرگ، اما اهل سنت ایران اینجا مسجد ندارند مثلا، یا دیگه گروه های اجتماعی ندارم. همسایه دیگه ما ترکمنستان هم مردم گپ زده نمیتوانند، در ازبکستان همو رقم، در پاکستان همو رقم. پس خوشبختانه ظرفیت مدنی که هرات دارد نه تنها در سطح افغانستان بی نظیر است که میشه گفت در سطح منطقه هم کم نظیر است. همو بر صورت فرهنگ همزیستی مسالمت آمیز داریم که همه گروه های زیر یک سقف ما میتونیم دور هم بشینیم و پای یک دیگر رو بشینیم. درست. مثلا میگم نیم خواهمود اگه نه، اما میگفتم یک توانایی است که ما باید خدا رو شکر کنیم که خداوند به ما این نعمت داد که دور هم بشینیم که پای یک دیگر بشینیم. پس این ظرفیت مدنی هرات بسیار مهم است و ما با افتخار باید از این ظرفیت استفاده کنیم و یک الگویی باشیم در برای افغانستان که ما میشود بدور از مافیا، بدور از مسائل قومی، بدور از مسائل حزبی، از راه مسالمت آمیز، از راه قانونی هم به قدرت ما برسیم. خب این گپای فلسفی گپ خیلی زده شد، قدم های بعدی چی میخواد باشه؟ من بسیار استفاده کردم که از همه شما دوستان بعد از این صحبت امروز با شما، ما با چند نفر دیگه باز نزدیک بیشتر صحبت میکنیم که یک گروه کوچکتر باشد که آقای فیاض هم اشاره کردن کمی قدم بعدی چی باشه. حالا ما با این هم شفاهی تبادل نظر کردیم، باز یک گروه خودتر باز دور هم میشونیم که استاد هستن، وجود انسان شما هستن و دیگه دوست هستن آقای مجیدی و هم میگیم که دور هم بلای دهیمی چیزی برای گفتن نیشین شما. اگه اجازه بینه که همون قدم های بعدی بگم باز برای این مورد است. خب که ما دور هم یک گروه کوچکتر تشکیل میدیم که این مسائل ما در روی یک صفحه کاغذ به صورت خاکی رو تهیه کنیم، یک کمو چارچوب های کاری که باز از طریق رسانه ها، از طریق سایر دوستان همین کاغذی که تهیه شد باز ما شریک میسازیم، نظرات ما جمع‌آوری میکنیم که یک به صلاح یک کاغذ قوی تر و پخته تر و جدی تر شد. باز قدم بعدی هست که ما اگر امکانی بود یک گزینه کمو نماینده های کاندیده های محترم ریاست جمهوری باز در یک جلسه کوچکتر دعوت می شوند و در مورد این کاغذ و این مطلبی که تهیه شده یک تبادل نظر می کنند. و قدم بعدی همو بعد از اینکه کاغذ، سند، مقاله، اصولنامه یا میثاقنامه قوی تر و پخته تر شد، باز همو کاغذ، همو اصولنامه و میثاق میاریم به کابل در اختیار کاندیده های محترم میگذاره که باز بعد از او ببینیم که چه کار میشد. آقای رحیمی شما گپ آخری دارین یا رسون؟ بله. خب اگه ببینیم که باز من خط ندهگه ببندم دیگه اگه گپ خواستیم نسیم.